سال تحصیلی جدید افغانستان روز دوشنبه در استانهای سرسیر این کشور آغاز شد اما دختران همچنان اجازه ندارند به دانشگاه بروند از ممنوعیت حضور دختران در دانشگاه ها چند ماه میگذرد و در طول مدت بسیاری از کشورهای جهان شخصیت های مختلف در سراسر کره خاکی و نیز نهادهای مختلف بین المللی این اقدام طالبان را محکوم کردند اما هیچ فایده ای نداشت و دختران همچنان از رفتن به دانشگاه محرومند همکارم فاطمه موسوی گزارش میدهد بر اساس اعلام قبلی وزارت تحصیلات عالی طالبان دانشگاه های دولتی در استان های این کشور و نیز کابل پایتخت این کشور روز دوشنبه 15 اسفند پس از تعطیلات زمستانی باز شد این وزارتخانه در اعلامیه ای که برای آغاز سال تحصیلی جدید منتشر کرده بود هیچ اشاره ای به مسئله تحصیل زنان نکرد در تصاویری که از کلاس ها و از شماری از دانشکده های دانشگاه کابل منتشر شده دیده می شود که فقط پسران در کلاس درس حضور دارند. دانشگاه کابل یکی از بزرگترین دانشگاه های افغانستان است که پیش از این همه سال هزاران دانشجوی دختر برای تحصیل وارد این دانشگاه می شدن. اما پس از ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه های دولتی و خصوصی اکنون فقط پسران در این دانشگاه تحصیل می کنند و شمار دانشجویان آن نیز به صورت چشمگیری کاهش یافته است. دانشگاه های خصوصی افغانستان نیز روز گذشته سال جدید تحصیلی خود را آغاز کردند اما در این دانشگاه ها نیز دانشجویان دختر اجازه تحصیل ندارند. وزارت تحصیلات عالی طالبان 28 آذر ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای به دانشگاه های دولتی و خصوصی ادامه تحصیل دختران را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. این نامه را ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان امضا کرده و در آن تاکید شده بود که دانشگاه ها باید فوراً آن را عملی کنند. پس از آن تمام دانشگاه های دولتی خصوصی و همچنین سایر مراکز آموزشی خصوصی بر روی دختران مسدود شد. با آغاز سال تحصیلی جدید و تداوم ممنوعیت تحصیل زنان و دختران، امیدها به بازگشایی دانشگاه ها بر روی دختران یک بار دیگر از بین رفت. گروه طالبان از زمان تسلط بر افغانستان، مدرسه ها را نیز بر روی دختران دانش آموز بالاتر از کلاس ششم مسدود کرده اند. بر اساس آماری که سازمان ملل متحد ارائه کرده بیش از یک میلیون و دویست هزار دختر در افغانستان بر اثر دستورات گروه طالبان از تحصیل باز مانده اند. فاطمه موسوی اخبار شیعه